برنامه را با چند خبر کوتاه پی می‌گیریم. مدیریت فرودگاه بین المللی نجف اشرف روز گذشته تعداد پروازها و مسافران ورودی و خروجی در بازه زمانی 1 تا 22 صفر سال جاری را اعلام کرد. گفتنی است تعداد پروازهایی وارد شده به فرودگاه به 1781 پرواز رسید که بیش از 226,300 زائر از کشورهای مختلف جهان را به این شهر وارد کردند. شایان ذکر است پروازهای خروجی از فرودگاه این شهر نیز بیش از 186,017 زائر را به مقصدهای مختلف در سراسر جهان جابجا کردند. در پایان شایان ذکر است افزایش چشمگیر ترافیک هوایی در عراق از ماه صفر به مناسبت زیارت اربعین حسینی قابل ملاحظه بود. هشتمین همایش علمی و بین المللی زیارت اربعین با عنوان زیارت اربعین به سوی رویکردهای جهان به انسان و تمدن عربی در کربلا آغاز شد. در این همایش که به همت مرکز مطالعات و پژوهش‌های شهر مقدس کربلا آغاز شده، شخصیت‌های مذهبی و رسمی، تعدادی از رجال حوزوی، شخصیت‌های علمی، جمعی از اقشار مختلف مردم و محققان و متخصصان از نقاط مختلف جهان حضور داشتند. گفتنی است موضوع هشتمین دوره این همایش علمی و بین المللی زیارت اربعین به سوی رویکردهای جهانی به انسان و تمدن است. در این همایش 148 مقاله در موضوعات مختلف، 81 مقاله از داخل عراق، مابقی از کشورهای مانند هند، مالزی، ایتالیا، هلند، کوزوو، ایرلند، بحرین، تونس، آلمان، بلژیک، ژاپن، لبنان و ایران ارائه شد. کوپنهاگ پایتخت دانمارک شاهد مشایعه اربعین امام حسین علیه السلام بود که به آرامی در میان تأمین امنیت و با حضور جمع زیادی از شیعیان برگزار شد. گفتنی است این مشایعه توسط انجمن اسلامی در کوپنهاگ هر ساله برگزار می شود. در این مشایعه دوستداران اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام در میان مردم علاوه بر آب و غذا توزیع کردند و همچنین اعلامیه‌هایی به زبان دانمارکی و سایر زبان‌ها با هدف معرفی امام حسین علیه السلام و رساندن پیام ایشان به مردم سراسر جهان منتشر نموده و توزیع کردند. اعتصاب عمومی در بازارهای شهرهای اصلی پاکستان صبح روز چهارشنبه 7 شهریور آغاز شد. به گزارش الجزیره این اعتصاب به دعوت اتحادیه تجار و بازرگانان این کشور آغاز شده است. این اعتراض پس از آن صورت گرفت که دولت قیمت برق مصرفی را افزایش داد و مالیات‌های جدید و بالاتری را بر تجار و بازرگانان وضع کرد. شماری از احزاب و نیروهای سیاسی مخالف دولت نیز از اعتصاب سراسری حمایت کردند. در پی گزارش ها از ابتلای 2 کودک به بیماری امپاکس در کابل و پکتیا، سازمان جهانی بهداشت شیوع این بیماری در افغانستان را رد کرد. این سازمان گفته که در موارد گزارش شده از افغانستان آزمایش شده و نتیجه آن منفی بوده است. این در حالی است که روز گذشته منابع پزشکی در کابل گفته بودند 2 مورد بیماری امپاکس یا آبله میمون را ثبت کردند.